مسیح هم نیست. در انجیل یوحنا 16:33 به ما اعلام میکنه که من نمیگویم که مشکلات و سختی ها برای شما نخواهد بود. مشکلات و سختی ها هست. اما همون گونه که من پیروز شدم، شما نیز میتونید پیروز بشید، چون مسیح هم عبور کرد. مسیح روی صلیب رفت، مرد، اما قیام کرد، خودش عبور کرد از هلاکت، از مرگ عبور کرد و زنده شد. پس اگر من و شما به اون ایمان داریم، با این ایمان قیام خودمون رو باید ببینیم و فکر نکن هموطن خوبم همه چیز تو باید کنترل کنی، مواظب خودم باشم، خودتو قرنطینه کردی، کار خوبی کردی، مقداری نیازهاتو آماده کردی، کار خوبی کردی، اما هوشیار باش، همه چیز تو نمیتونی، من نمیتونم کنترل کنم، این خداست کنترل میکنه. دوست عزیزی سالها پیش به من میگفت، توی ماشین نشسته بودم و در کناری که داشتم میرفتم توی اتوبان، یک بار خانمم زنگ زد به من، گفتش که داری میای خونه، اینو بگی. گفتم گرفتم. گفت اه، گفت چند دقیقه ازش دخترم زنگ زد، گفت بابا اگه داری میای رفته فروشگاه اینو بگی. گفت بهش گفتم من گرفتم. گفت همین داشتم میرفتم دیدم همکارم زنگ زد به من، گفت فلانی برای فردا لطف کنی قصه رو آماده کن، به فلانی زنگ بزن. گفت من همه این کارا رو انجام دادم. گفت تلفن سومی گذاشتم، به خودم گفتم واو، من همه چیز رو کنترل میکنم. گفت این دقیقاً این جمله بود که من گفتم. گفتم همه چیز رو کنترل میکنم و میگه لحظه دیگه هیچی نشدیدم، چشممو باز کردم تو بیمارستان بودم. و وقتی که بهوش اومده بوده بهش گفتم از پشت سر به تو یک ماشین تریلی زده با ضربه و تو رو پرت کرده و چقدر خدا با تو بوده که ماشین دیگه به تو نزدن. میگه به یاد همون جمله افتادم، گفتم خدایا منو ببخش، این تو هستی که زندگی ها رو میتونی کنترل کنی، نه انسان ها. پس هموطن عزیزم، در کنار رعایت نظم، قانون، بهداشت، قوانین، اجازه بده کنترل زندگی تو دست خدا باشه که پدر حقیقی.